سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه به درگیر شدن بازیگر توانا و پرطرفدار تلویزیون و سینمای ایران خانم فریبا کوثری به بیماری بسیار خطرناک کرونا میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. اواخر سال 98 بود که سر و کله یه بیماری مرموز و عجیب پیدا شد. بیماری به نام کرونا. نام کشور چین به عنوان زادگاه ویروس کرونا در دوره همه‌گیری این بیماری به عنوان نامی آشنا برای تمامی افراد ساکن روی کره خاکی بود. به این دلیل که در رسانه‌ها و اخبار از همون ابتدای تایید آغاز پاندمی از سوی سازمان جهانی بهداشت عبارت کرونا با نام سرزمین اژدها یا همون چین خودمون گره خورد. در این بین افراد سرشناسی هم بودند که در اثر این بیماری جان خود رو از دست دادند. فرشته طاهرپور از با سابقه ترین تهیه کنندگان سینمای ایران مرداد ماه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و عوارض ناشی از اون درگذشت. او هنگام مرگ 69 سال داشت. پرویز پورحسینی بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سن 79 سالگی در اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. علی سلیمانی بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که او هم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود در سن 50 سالگی درگذشت. عزت‌الله مهرآوران بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که به دلیل ابتلا به کرونا مدت‌ها در بیمارستان بستری بود و چند روزی توسط پزشکان به خواب مصنوعی رفته بود سرانجام درگذشت. مهرداد میناوند در 30 دی 99 به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لاله تهران بستری شد. او در تاریخ 8 بهمن 99 بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و آمبولی ریه ناشی از اون در بیمارستان لاله تهران درگذشت. میناوند در شرایطی به بیمارستان مراجعه کرده بود که حدود 80% ریه‌هاش درگیر ویروس کرونا شده بود. علی انصاریان هم در ساعت 16 و 15 دقیقه عصر 15 بهمن 99 در اثر ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان فرهیختگان تهران درگذشت. اما روز 18 شهریور 1402 بازیگر محبوب کشورمون خانم فریبا کوثری در صفحه اینستاگرام خود استوری رو منتشر کرد که مخاطبان خود رو به یاد خاطرات تلخ فراموش شده دوران کرونا انداخت. خانم کوثری در این استوری تصویری از مچبند پذیرش خود رو ارسال کرده و بالای اون نوشته بود خیلی مراقب خودتون باشید عزیزانم، کرونا هنوز هست. متاسفانه این استوری خانم کوثری بیانگر حضور مجدد کرونا در کشوره. ضمن آرزوی بهبودی برای ایشون، امیدواریم شاهد افسار گسیختگی این بیماری در سطح کشور و دنیا نباشیم. اما نام کرونا و بستری شدن که میاد، ناخودآگاه یاد علی انصاریان و اشکای مادرش پس از درگذشت او میافتیم. وجود ابهامات در روند ابتلا و درمان منتهی به فوت این چهره محبوب موجب ایجاد کارزار اینترنتی توسط همسر خواهرش حامد اژدری برای جمع‌آوری امضا جهت بررسی و شفافسازی شد که از اوایل خرداد 400 تا زادروز 44 سالگی علی انصاریان 42563 نفر این کارزار رو امضا کردند. اما مدتی پیش کلیپی از مادر علی انصاریان منتشر شد که افشاگری های جدیدی نسبت به مرگ مشکوک علی انصاریان در اثر کرونا رو بیان کرد. او اضافه کرد بدون اجازه من هر کاری دلشون خواست کردن. مگه بچه من موش آزمایشگاهی بوده که این کارا رو انجام دادن رو بچه من؟ مستقیم بردن بهشت زهرا بدون اجازه ما. بدن بچه منو شستن بدون اجازه ما. خودشون همه کاری کردن. صبح زود ما رو بردن بهشت زهرا. هرچی گفتم میخوام صورت بچه‌مو ببینم اجازه ندادن. گفتن بعد از سلول درمانی تمام بدن بچه من تاول زده از گردن تا پایین. گفتن که تاول زده و اجازه دیدن صورت بچه‌مو ندارم. فریبا کوثری بازیگر سینما و تلویزیون 1 آذر 45 در زاهدان متولد شد.
پدر خانم کوثری معاون اداره پست زاهدان بود و این بازیگر در 5 سالگی به همراه خانوادش از زاهدان به تهران مهاجرت کرد. او دارای مدرک تحصیلی دیپلم اقتصاده و به شغل مهمانداری هواپیما علاقه‌مند بود، اما مسیر زندگیش تغییر کرد و به یه بازیگر مطرح در کشورمون تبدیل شد. این بانوی هنرمند در سال 80 با سریال معصومیت از دست رفته در نقش یه زن مسیحی به چهره شناخته شده تبدیل شد و با آثاری همچون بیگناهان و بی صدا فریاد کن بیش از پیش درخشید. اما اوج شهرت او مربوط به سریال دلنوازان و مختارنام است. فریبا کوثری میگه دغدغه های من آسیب های اجتماعی در حوزه زنانه. برای همین اجرا در برنامه زنان قصه ما در سال 96 رو قبول کردم. میدونم مجری باید حجمی از اطلاعات داشته باشه، اما چون این قصه درباره زنان بود احساس کردم راحت‌تر میتونم با مهمانان ارتباط برقرار کنم. به شدت به خانواده وابستم. در تمام این سالها این وابستگی توأم با احترام بوده و همیشه نزدیک مادر و برادرم بودم. من ارتباط نزدیکی با برادرزاده هم کیمیا و پوریا دارم. ازدواج نکردم چون این موضوع علل مختلفی داره که ترجیح میدم نگم. هیچ وقت دلم نخواست مادر بشم. این را از صمیم قلب میگم، چون با تفکراتی بزرگ شدم که فکر میکنم اگه فرزند داشته باشم مادر سختگیری میشدم. خودم هم مادر سختگیری داشتم، اما دست و پاشو میبوسم و بعد از خدا تنها چیزیه که در دنیا دارم و میپرستمش. اختلاف سنی من و مادرم فقط 15 ساله. همین علت باعث شده که با هم احساس نزدیکی بیشتری داشته باشیم. وقتی کم سن و سال بودیم پدرم مرحوم شد و مادرم به نوعی ما رو به دندون گرفت و بزرگ کرد. هر سریال و فیلمی که بازی کردم نقشامو دوست دارم. در همه اونها ردپایی از خودمه. ولی بازی در سریال معصومیت از دست رفته و مختارنامه جذابتر بود. همیشه بیشتر از همه چیز به سلامت روانم اهمیت میدم. سعی میکنم موسیقی گوش بدم، زیاد کتاب بخونم، ورزش کنم و با این کارها آرامش روانی به دست بیارم. برخلاف چهره و صدای آرومی که دارم، درونم خیلی پرتلاطمه، چون آدم بسیار حساس و زودرنجیم. به هر حال هر آدمی خودش رو بهتر میشناسه. اصولا آدم شادی نیستم و در طی این سالها سعی کردم حامی خانواده‌ام باشم و کمتر برای خودم وقت گذاشتم. آدم غمگین و تنهاییم. شاید شرایط برای من اینطور رقم خورده، اما باز هم از زندگی و کارم لذت میبرم. دوستان عزیز، ممنونیم که بالای کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.